پژوهشگران دانشگاه برادفورد در کنفرانس سالانه انجمن روانشناسان بریتانیا اعلام کردند تماشای صحنه‌های خشن در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند فرد را دچار عدم تعادل روانی کند. از آنجا که انتشار صحنه‌های خشن تقریباً جزء لاینفکی از خبرهای امروز است، از همکارم شیده رضایی خواستم که به استودیو بیاد تا توضیح بده که شیده، دیدن این تصاویر چه شکلی از اختلال روانی را ایجاد می‌کند؟ پژوهشگران برادفورد اختلالی رو که مورد مطالعه قرار دادن PTSD یا تنش روانی پس از رویداد بوده. در این تنش روانی پس از رویداد میدونیم که پس از مواجهه با یک حادثه دردناک فرد دچار حالتی از اختلالات روانی میشه که میتونه اون رو دائما با بازگشت خاطرات برگردونه به شرایطی که شرایط دردناکی که تجربه کرده. ولی این ضربه روحی تا پیش از این پژوهش شناخته شده بود که در صورتی که فرد واقعا در معرض اون حادثه قرار می گرفت، نه اینکه فقط تصاویر یا فیلم ها و ویدیوهای مربوط به اون رو تماشا می کرد. اینا اومدن 189 نفر رو که میانگین سنیشون 37 سال بود در معرض ویدیوهای وحشتناکی نظیر انفجار برج های جهانی، نظیر اعدام های در ملأ عام مثل صحنه هایی که داعش سر افراد رو بریده بود، نظیر حملات مسلحانه ای که در مدرسه نیوتن شده بود و نظیر اتفاقاتی که متاسفانه زیاد میفته. میگم بیشترینش سربریدن های داعش بود که این خیلی زیاده در فضای اجتماعی زیاد دیده میشه و دیدن که یک چهارم افرادی که این صحنه ها رو تماشا کردن نه فقط اضطراب و افسردگی موقت پیدا کردن، بلکه به صورت دراز مدت دچار عارضه روانی تنش پس از رویداد شدن و این یه عارضه شناخته شده و خطرناک روحی. حالا عوارض این چیه و حالا یک سوال مهمتر دیگه این که آیا قابل برگشت هست؟ عوارضش خوابها و کابوس‌های وحشتناک، افسردگی، اضطراب، بیخوابی‌های شدید و اختلالات خوراک مثل در واقع آنورکسیا نوروز است. در بیش از 35% موارد متاسفانه غیر قابل بازگشته و همین هفته گذشته پژوهشگران دانشگاه سان دیگو یه پژوهش جدید رو، تحقیق جدید رو منتشر کردن که بر مبنای اون گفتن که PTSD یا تنش رویداد روانی پس از روی داد میتونه طول عمر رو کوتاه کنه و موجب پیری زودرس بشه. این که دیگه مسلما قابل برگشت نیست. و یه نکته اونم اینه که خب به هر حال توی فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی غیر قابل جلوگیریه، یعنی قابل اجتناب نیستش که یک ویدیویی هست یا ممکنه که کلیک بکنی و اون ویدیو رو ببینی. یعنی خود فرد باید مراقب باشه، کسی کاری نمیتونه. خیلی سخته. مرسی شیده رضایی که در استودیو با من بودی.